سلام دوستان، آلفارا هستم و این بار با آموزش صفت مبهم نوگون خدمتون رسیدم. یه آموزش بسیار مهم که قرار تو این آموزش تمامی زوایای مختلف نوگون، نوگوت یا نوگونتینگ و نوگرا رو با هم یاد بگیریم. خب چه وقتایی نوگون، چه وقتایی نوگوت یا نوگونتینگ و چه وقتایی نوگرا میشه؟ بسته به ان اورد بودن، ات اورد بودن و پلورال بودنشه که تغییر میکنن. گویش عامیانه به صورت نون، یعنی نوگونو در عامیانه نون میخونن، نوگوت یا نوگونتینگو به صورت نوت یا نونتینگ میگن و نوگرا رو نورا. حالا بذار چیز مهمتری رو بهتون بگم، اونم اینه که صفت مبهم موقعی استفاده میشه که نخواین دقیق بگین منظور شما چیه و یا کیه. از اسمش هم مشخصه دوستای من، صفت مبهمه. قرار نیست شما مشخص کنین که در مورد چی، در مورد کی دارین حرف میزنین. حالا چه وقتایی چی و چه وقتایی کی، همه رو یاد میگیریم. بذارین مثال بزنم براتون. مثلا شما میگین نوگون بوک، بوک بوکن، ان بوک دیگه میشه نوگون بوک، یعنی کتابی. حالا هر کتابی، مشخص نکردین چه کتابیه، فقط میگین کتابی. یا میگین نوگوت ترد، درختی، هر درختی میتونه باشه، فقط داریم میگیم درختی، مشخص نکردیم، مبهمه. و نوگرا ستولار، نوگرا ستولار، چند تا صندلی، تعداد نامشخص، مشخص است چند تعداده، 3 تا، 4 تا، 2 تا، 5 تا، چند تا صندلی. پس متوجه شدیم که موقع استفاده میشه که نخواهیم دقیق مشخص کنیم که منظورمون چیه و یا کیه. حالا مثال دیگه براتون، مثال با جمله مثال میزنم. میگم لوسی بور ای نوگون بی پولندت، لوسی بور ای نوگون بی پولندت. لوسی در دهکده ای زندگی میکنه، نوگون بی این پذیر نوگونه و دهکده ای، مشخص نکرده در کدوم دهکده زندگی میکنه. یا میگیم نوگراف مینا ونر وادر، نوگراف مینا ونر وادر، چند تای از دوستام اونجا بودن، مشخص نکردی چند تا از دوستات، چند تای از دوستام اونجا بودن. خب حالا من میخوام یه جمله به صورت، توجه کنیم به مثال بهتر، میگیم یا ویل ها لیت وین، من کمی شراب میخوام. هارد نو گوت کبار، آیا چیزی داری؟ یعنی چیزی برات مونده؟ نو گوت، یعنی در ادامه جمله دارم میگم منظورش وینه، یعنی همون شرابه، که میگه هارد نو گوت کبار، آیا چیزی برات مونده؟ چیزی داری؟ یا یعنی اینکه مینا سیگارت در شلوت، یا ار سلوت، مینا سیگارت در ا سلوت، مینا سیگارت در شلوت، سیگارام تمام شده، این سیگارام تمام شد. هارد نوگرا ات یمی، هارد نوگرا ات یمی، چند تایی داری که به هم بدی؟ نوگرا سیگارت در، دیگه نیازی نیست دوباره بیار اینجا بگه، مشخصه. داره میگه سیگارم تموم شد، چند تایی داری به هم بدی؟ حالا یه چیز خیلی جالب، اونم اینه که وقتی کلمه نوگون تنها و بدون همراهی اسم بیاد، معنی هیچ کسی یا هر کسی رو میده. دوستان این خیلی خیلی مهمه، یادداشت کنین و همیشه جلو چشمتون باشه. وقتی کلمه نوگون
تنها و بدون همراهی اسم بیاد معنی هیچ کسی یا هر کسی رو میده. به مثال توجه کنید. نوگون هر باری تر بدون همراهی اسم اومد. بعدش فعله. کسی اینجا بوده؟ نوگون هر باری تر؟ نوگون هر باری تر. کسی اینجا بوده؟ از یکی اینجا بوده. یا اینکه هر نوگون رینگت؟ هر نوگون رینگت؟ آیا کسی زنگ زده؟ یعنی کسی تماس گرفته؟ این معنیه کسی هیچ کسی رو داره میده. کسی داره معنی کسی رو میده. هر کسی مثلا دیگه متوجه میشه تو جمله دیگه. یا مثلا نوگوت که میشه نوگونتینگ. نوت یا نونتینگ به این صورت کمرنگتر گذاشتم که متوجه بشین. مثال نوگوت مساهرهند. نوگونتینگ مساهرهند. باید چیزی اتفاق افتاده باشه. یعنی حتما چیزی اتفاق افتاده. کندوسیه نوگوت؟ کندوسیه نوگونتینگ؟ آیا هیچ چیزی میبینی؟ آیا میتونی چیزی ببینی؟ پس متوجه میشین که چه جاهایی معنی چه چیزی، چه جاهایی معنی چه کسی رو میده. یه نکته آلفره اینجا به تو میگم. اونم اینه که این کلمات را همراه صفت همیشه استفاده کرد. خب اسمش صفت مبهمه، خودش به همراه صفت هم میاد. مثلا به این مثال توجه کنین. یا مستحاسات نو گوت یا نو گونتینگ دومت. نو گوت دومت یا نو گونتینگ دومت افتشم دو بلیف سواری. یا مستحاسات نوت دومت افتشم دو بلیف سواری. من باید چیز احمقانه‌ای گفته باشم که تو انقدر عصبانی شدی. خب بعد از نکته آلفرایی دوستان یه نکته طلایی آلفرایی بهتون میگم. نوگونستانس برای استفاده مکانه، برای مکان یعنی یه جایی. مثلا میگیم آلفرا بور هر نوگونستانس، یه جایی. آلفرا یه جایی همین اطراف زندگی میکنن. آلفرا یه جایی همین اطراف زندگی میکنن. یا یه مثال دیگه. هاردو نوگونستانس ات بو. هاردو نوگونستانس ات بو. آیا جایی برای زندگی کردن داری؟ آیا جایی برای زندگی کردن داری؟ یا نوگونگونگ. همه اینها نکته های طلایی آلفرایی که دوستان دارم بهتون میگم. وقتی به صورت های مختلف میاد چه معنی های مختلفی میده. اینا خیلی خیلی مهمه دوستان من. خیلی. نوگونگونگ یا نونگونگ برای زمانه. این یه وقتی. به صورت عامیانه ما به زبان خودمون مثلا میگیم یه وقتی، اینطوری معنی میده. میگیم ویور ده نوگونگونگ ای فرامتیدن. ویور ده نوگونگونگ ای فرامتیدن. مثلا اینو یه وقتی در آینده انجامش میدیم. اینو یه وقتی در آینده انجامش میدیم. به عبارتی همون شنبه خودمونه. هی میگیم بعدم میخونیم. یه وقتی میخونمش دیگه. حالا یه وقتی درسمو شروع میکنم. نوگونگونگ ای فرامتیدن. یه مثال دیگه براتون میزنم. هاردو باری در نوگونگونگ. آیا هیچ وقت، هیچگاه، هیچ وقتی، یه وقتی اونجا بودی؟ آیا هیچ وقت آنجا بوده ای؟ هاردو باری در نوگونگونگ هیچگاه آنجا بوده ای؟ پس دوستان من خیلی توجه کنین به اینها. خیلی. بعد از دیدن این آموزش، در انتهای آموزش باید اینو بهتون بگم که بعد از دیدن این آموزش و درک کاملی که حاصل شد، حتما حتما دوستان من آموزش منفی سازی، یعنی برای منفی سازی حتما آموزش اینگن و اینتنوگون رو ببینین. این آموزش خیلی مهمه دوستان. مرتبطن این دوتا با هم. من نمیتونستم همه اینها رو تو یه آموزش بذارم چون کاملا
گیج کننده میشد براتون، نمیتونستین درک راحتری ازش داشته باشین. برای همین دوتا رو به صورت جداگانه ساختم و هر کدوم خودش کلی نکات داره. این آموزش منفی سازی اینگن و اینترنوگون خودش آموزش بلندی هست، یعنی از لحاظ زمانی آموزش طولانی هست چون نکات خیلی زیادی تو اون هم هست. پس حتما این آموزش رو ببینین که کاملا درک کنین از تمامی زوایای نوگون، اینگن، حالت منفی، مثبت، هر کسی، هر چیزی به چه صورتی میان، چجوری استفاده میشه. همه تون رو دوست دارم دوستان من، امیدوارم موفق باشین. حتما بهم کامنت بدین و نظرهای خودتون رو بهم بگین. خوشحال میشم نظرات شما رو بخونم، بهم انرژی میده. و اگه پیشنهادی داشتین در راستای بهبود بهتر آموزش حتما بهم بگین، خوشحال میشم انجام بدم. امیدوارم که پیروز و سربلند بشین. خدا نگهدارتون.